سلام عرض میکنم خدمت دوستان و این درس هفتم است و میپردازیم به یه مدار تئوری و آکورد و میریم جلو. خدمت شما عرض شود که قبلا گفتم که ماژور رو اینطوری میسازیم که از فرمولی مثل یک 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 دوم یک 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 دوم استفاده میکنیم و از هر نوتی شروع میکنیم، این فرمول رو میذاریم که نوتاش دستمون بیاد و آسون ترینش همون دو ماژور هست که میشه دو ری می فا سول لا سی دو. بعدیش مثلا میتونیم فرض کن ری رو بگیم، میشه ری می فا دیز سول لا سی دو دیز ری. خدمت شما شود و همینطور میتونیم چیزهای دیگه هم بسازیم. اون این چیزه که خیلی معمولتر هستن، بهتون میگم الان چه کیایی معمولتر هستن. از همه کی دو ماژور که خیلی معمول هست یا سی میجر تو انگلیسی میگیم، کیه یا گام ری ماژور یا دی میجر خیلی معمول هست. خدمت شما شود که فا ماژور خیلی معمول هست، سول ماژور خیلی معمول هست، لا ماژور خیلی معمول هست و دیگه بقیه زیاد معمول نیستن. نه که نیست، کمتر هستن. مثلا کمتر میبینید سی ماژور مردم بزنن، ولی هست، چیزهای دیگه هم هست. هر بحث به 12 تا 9 شما میتونید مثلا ماژور داشته باشین. خیلی خب، همونطور هم 12 مینور میتونید داشته باشین. حالا مینور رو همیشه میتونید شما 1.5 ستپ یا پرده برید عقب از اون ماژوره و میشه مینورش. فرض کن مثلا 2 مینورش میشه لا، یا مثلا فرض کنید ره مینورش میشه سی، یا فرض کنید خدمت شما شما فا مثلا مینورش میشه ره. ما سه تا نیم پرده اینجا، اینا رو هر کدوم اگه نیم پرده حساب کنید، اینجا سه تا به این عقب مینورش به دست بیاد. بعد که درنش فرمول نمیخواد دیگه واسه مینور حفظ کنید، هم فرمول ماژور رو حفظ بکنید، یک 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 دوم یک 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 دوم، و مینورش رو که میخواییم بنویسید در حقیقت سه تا نیم پرده میرین عقب و مینورش رو می‌نویسین. خیلی خوب، تا اینجا گفتیم و یه چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی آکورد میسازین روی نوتای یه گام ماژور، فرض بکنیم مثلا دو ماژور رو بگیم، تو انگلیسی بگیم سی میجر، آکوردای روی نوت اول و روی نوت چهارم و رو نوت پنجم ماژور میشن و آکوردهای بقیه آکوردها مینور میشن، به غیر از آکورد نوت هفتم که یه چیزی هست بهش میگن دیمینیشت یا توی فرانسه میگن دیمینیو. خدمت شما شود که در حقیقت الان فرقشو میگم بهتون، یه مدار بزنم ببینین چجوریه. اگر میخوام روی دو ماژور خدمت شما شما آکورد بسازیم، نوت اولش دو هست یا تو انگلیسی میگیم سی، دو ماژور سی میجر یا آکوردش. نوت بعدیش ری هست یا دی، این مینور میشه، در اینجا دی ماینر یا ری مینور میزنیم. نوت بعدیش می یا ای میشه که بازم مینور هست، می مینور میزنیم یا ای ماینر رو میزنیم. نوت بعدیش فا هست، ماژور میزنیم. گفتیم چهارم و پنجم ماژوره، اول و چهارم و پنجم فا ماژور. نوت بعدیش سول هست، بازم ماژور، سول ماژور. خدمت شما هست باید نوت بعدیش ششمی لا مینور میشه، دوباره مینور میشه، و آخریش که هفتمی باشه باید دیمینیو یا دیمینیشت بکنیم اینو. خیلی خوب، حالا بی ماینر این شکلیه، خود بی ماینر، بی مینور، بی ماژور این شکلیه، بی دیمینیشت این شکلی میشه، فقط این 4 تا سیم وسط اینجا رو میزنید، یعنی سیم اول نمیزنید، سیم ششم هم نمیزنید، فقط این 4 تا سیم رو میزنید.
دقیقا نوتاش هستش بی که اینجاست، این بیه بی یا سی تو فارسی میگیم بی انگلیسی. خدمت شما شود که ره هست که الان اینجا ره گرفتیم اینجا، و خدمت شما شود که فا و اینجا فا گرفتیم اینجا. شما ببینید ببخشید اینجا اینجا فا اینجا فا گرفتیم بود روی پرده سوم سیم چهارم فا گرفتیم. اینطوری میشه. این بهش میگیم تو فارسی سی دیمینیو یا تو انگلیسی میگیم بی دیمینیشت. خیلی خب، یه چیزی دیگه هم هست آگمنتد بهش میگن، که در حقیقت شما کاری که میکنید اون میجر رو میگیرید، این یعنی بی میجر به انگلیسی بگیم یا بگیم سی ماژور، و اون نوت آخرش رو که نوت فا دیز هست در حقیقت هفت استر میبرینش بالا، بهش میگن فا اکس یا اف اکس، به جای اینکه بهش بگن جی که همون جی هست واقعا، چون میخوان این حروف رو نگه دارن توی اسکیلا که دو حروف رو تکرار نکنن دوباره، اینو بهش میگن که فا اکس یا اف اکس یا اف دابل شارپ. این چیزایی که میتونن بهش بگن، ولی همون در حقیقت سر هست. در این چند وقتی که میخواین به انگلیسی بی آگمنتد رو بزنید، وقتی اینطوری میشه آکوردتون. نوتای بی توش هست، بی یا سی تو فارسی این توش هست. خدمت شما هست که ردیز یا میفلا می بلون هر کنون اسمش ببرید، اینجا بهتر بهش بگین ردیز. ردیز یا دی شارپ هست توش، و خدمت شما هست که سول هست توش که همون اف دابل شارپ اینجا باید بهش بگیم یا اف اکس بهش بگیم. خدمت شما هست که دوباره سی هست توش یا تو انگلیسی بگیم بی، و دوباره این اف اکس که همون در حقیقت سول هست ولی باید بهش بگیم اف اکس اینجا، یا بگیم اف دابل شارپ به خاطر اینکه اون نوتا رو درست نگه داریم توی اسکیل. خیلی خوب، پس این فعلا من آگمنتد اصلا استفاده نمی کنم، ولی اگه مثلا برید آهنگ گل سنگم رو نگاه کنید که لسنش رو دادم، درسش رو دادم که تو لامینور زدم، اونجا یه دونه دیمینیش میبینید یا دیمینیو میبینید. فعلا رو آگمنتد، من خودم آگمنتد خیلی کم شده استفاده کردم، فقط واسه مثلا تموم کردن آهنگ رو بعضی موقع یه آکورد آگمنتد زدم یا پلاس بهش میگم بعضی موقع. خدمت شما شود که یه بار نشونتون میدم که مثلا یه اگه روی همه نوتا، ما گفتیم نوتای آکوردهای اصلی یا آهنگ روی اول و چهارم و پنجم بنا میشن، مثلا تو ماژور که هستیم اول و چهارم و پنجم، تو مینور هم که مثلا همین کارو میکنیم اول و چهارم و پنجم. در نتیجه مثلا شما توی دو ماژور که هستین آکورد اولتون میشه دو ماژور، آکورد چهارمی و مثلا آکورد بعدی یا بعدی بگم که نوت چهار بنا میشه میشه فا، و بعدیش میشه سول که روی پنجمین نوت بنا میشه. تو مینور هم همینطور میکنیم، مثلا تو لا مینور که هستین لا هست و ره هست و می هست، که بازم اولیش توی مینور اولیش مینوره، اون نوتی هم که روی چهارمین نوت درست میکنیم اونم مینوره، ولی نوتی که روی پنجمین نوت درست میکنیم مثل ماژور دوباره چیزه، ماژوره، میجره، ولی میتونید هفتش هم بکنید مثل ماژور که اون آکورد به صاحب چیزو روی نوت پنجم و هفت هم میکردید، روی مینور هم همین کارو بکنید، اون آکوردی که روی نوت پنجمش درست میشه اون هفت بکنید، بعضی وقت قشنگ‌تر میشه. خیلی خوب، من میخوام این روی همه نوتای دو ماژور آکورد بسازم، بنچه میرم دو 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 ماژور یا سی میجر، ری مینور یا دی ماینر، می مینور یا ای ماینر، فا ماژور یا
میجر، سول ماجور، لا مینور و سی دیمینیو یا بی دیمینیشت. پس روی همه نوتا ما آکورد ساختیم، ولی همونطور که قبلا بهتون گفتم بیشترین آکوردهایی که استفاده میشه، مهمترینش همون رونوت اول هست، رونوت چهارم هست، رونوت پنجم هست و خدمت شما شود که یه چیزی دیگه هم میخوام بهتون بگم. یه پترن اسپانیش داریم، پترن اسپانیایی داریم که بیشتر واسه مینور هست، واسه نواختن آهنگا در مینور هست، که اصلا فرض کن از لا مینور بیم به سول، بیم به فا، بیم به می. بستگی داره که دیگه چه از چه نوتی شروع کنیم. اگه مثلا بی شروع کنیم، بی مینور، بی ماینر یا سی مینور بهش بگیم، دوی بشه مثلا آهنگ چیز میشه. اگه یه روز بری سفر، دیگه بستگی داره از چه نوتی شروع بشه، ولی همش ریلیتیف هست، یعنی همش موزون هست. اینه که بعدن که کم کم تمرین میکنین، همه این پترن اسپانیش رو باید تو نوتای مختلف بتونین بزنین. فرض میکنین اول شروع کردیم از لامینور، لامینور، سول، فا، می. بعد مثلا یاد گرفتیم این دفعه سی مینور یا بی ماینر، تو انگلیسی میگیم سی مینور، لا ماژور، سول ماژور و فا دیز. این آهنگ مثلا اگه یه روز بری سفر اینطوریه. یا مثلا فرض کنید آهنگ خاطرات آیت قیام شب که اغلبش اینطوریه، از این دفعه دو مینور بریم به سی بمول ماژور، به لا بمول ماژور و به سول. سول ماژور. اگر تو ری خواستی بریم، ری، ری مینور، دو ماژور، سی بمول ماژور، لا. اگه خواستیم می مینور پترن اسپانیش بزنیم، از می مینور به ری ماژور، دو ماژور. به خدمت شما شود که سی ماژور. ولی اگه خواستیم سونت هم آخری میتونیم بزنیم، مثلا سی هفت، یا تو انگلیسی میگیم بی سون. و درس کوتاه میکنم، همین هست. این پترن اسپانیش پترن خوبیه، اون تئوری هم یاد بگیرید در درباره این که ماژور رو چجوری میسازیم. و من ننوشتم واسه تون پترن اسپانیش رو اینجا، ولی کن الان یه چیزی مینویسم که عکس ازش بگیرم. مثلا فرض میکنیم میزنید توی لا مینور، مینویسم اینجا اسپانیش پترن زیر. اینو مثلا یاد بگیریم بعد نیست، از لا مینور به سول، به فا، به ای و یا ای سونت. اینو یاد بگیرید و تمرین کنید، همینطوری تمرین کنید. درس خاتمه میدیم. خدا نگهدار.